خب خانم توسلی عزیز، همونجور که براتون گفتم میخوام نظر شما رو به عنوان یک نویسنده داستان نویس در مورد پرژن اوارز جوایز پارسی بدونم، اولین جایزه مستقل بین المللی برای هنرمندان ایرانی در هر کجای دنیا که هستن. به نظرتون جای این جایزه خالی بوده؟ آیا مشوقی برای نویسنده ها هستش که کارهای بیشتری ارائه بدن؟ اصلا کلا نظرتون راجع به این جایزه بین المللی چیه؟ ببین، جایزه کلا خوبه، جایزه شیرینه و به آدم میچسبه اگه جایزه بگیره. حس خیلی خوبی داره زمانی که شما احساس بکنی که نسبت به حتی اقل احساس بکنی که کارت بالا اومده، یه برتری داشته حتی نسبی اگه بخواییم در نظر بگیریم. منتها من خودم برای جایزه نوشتن هیچ وقت نپسندیدم. یعنی فکرم میکنم اگه که کسی بخواد کاری رو انجام بده، هر کاری، به خاطر گرفتن جایزه، حتی اگه که یه بچه‌ای باشه که بهش بگن که یه بوس بده، میخوام بهت یه شکلات بدم، اون بوسه مفتم نمیارزه واقعا. همون حالت رو داره و واقعا فکر میکنم اگه که قرار باشه من یه خودم به شخصه کاری هم خواهم انجام بدم که بخواد دیگه داریم به اسمه که شما میخواین ببینین که چیکار بکنین که مثلا جایزتون، جایزه که میخواین به هنرمند رو بدین، از کیفیت بهتری برخوردار باشه. نظر من به شخصه اینه که تعداد کسایی که میخواین یه جایزه رو داوری بکنن هر چقدر که بیشتر باشه، فکر میکنم که احتمال خطا رو حداقل بیاره پایین تر، چون نمیتونیم هیچ وقت بگیم که این اتفاق میفته که خطایی نباشه، چون به هر حال انسان جایز الخطاست. انسان خصوصا در زمان قضاوت ممکنه که خیلی چیزهای شخصی رو در نظر بگیره. به هر حال حقی ضایع بشه این طرف، هرچند که من خودم نمیگم که کسی که تو هر چیز جایزه ای رو گرفته حتما حقش بوده که تا اون مرحله بیاد بالا یا اینکه اون جایزه دستش بشه. درسته. ما توی این جوایز دو نوع رای گیری داریم، یه رای گیری گروه آکادمی هست، یه رای گیری مردم. نظرتون راجع به این دو مدل رای گیری چیه؟ خب خیلی خوبه، همونجوری که بهتون گفتم من خودم خیلی دوست دارم که هرچی تعداد بالاتر باشه از نظر من اون وجهه اون جایزه حتما بالاتر، چون به هر حال سلایق بیشتری در نظر گرفته شده، افکار بیشتری در نظر گرفته شده، پشتش ایدئولوژی خاصی نباشه، اینکه مثلا حتما یک سری نکات مثلا یه حرف خاصی رو گفته باشه، چون خیلی از جایزه هایی که داره برگزار میشه تو ایران خصوصا اینطوریه که واقعا بیشتر از اون چیزی که به کار اهمیت داده بشه به اون حرف پشتش و اون ایدئولوژی که پشتش داره اون کار رو ساپورت میکنه داره نگاه میکنه. نظر من اینه که آزادی بیان باشه و همون شکل، هرچند که اصلا نمیپسندم که به هیچ شخص، فرقه و هیچ ادیان، اصلا هیچ ایدئولوژی توهین رو من هیچ وقت نمیپسندم و فکر میکنم همه چی باید کنار هم قرار بگیره و اون وقتی ارزشمنده اون فکر من که بتونم احترام بذارم به فکر مخالف خودم. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون.